در این شماره از بسته اخبار بین المللی ایسنا خبرهایی از تلاش‌ها برای بازگشایی کانال سوئز، شکست نتانیاهو در کسب اکثریت پارلمان، کشته شدن بیش از 300 نفر در تظاهرات میانمار، کشف اورانیوم و پسماند اتمی در تأسیسات نفتی لبنان و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 7 فروردین شمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان به ترتیب به 126 میلیون و 800 هزار و 2 میلیون و 785 هزار نفر نزدیک شد. تا کنون بیش از 102 میلیون و 200 هزار نفر نیز از کرونا بهبود یافتند. با مرگ 3600 نفر از مبتلایان برزیل در روز جمعه، این کشور بیشترین میزان فوتی‌های روزانه خود از ابتدای همه‌گیری را ثبت کرد. مکزیک هم از مرز 200 هزار جان باخته کرونا فراتر رفته است. در ادامه روند سعودی شناسایی افراد آلوده به کرونا در هند، روز جمعه بیش از 62 هزار مبتلای جدید در این کشور به ثبت رسید. شمار کلی قربانیان کووید 19 در روسیه هم در حالی به 100 هزار نفر نزدیک می شود که تعداد مبتلایان روزانه این کشور همچنان کمتر از 10 هزار نفر است. همزمان با افزایش قابل توجه مبتلایان در فرانسه، این کشور با سبقت از انگلستان در جایگاه پنجم کشورهای دارای بیشترین مبتلایان کرونا قرار گرفت. در سوی دیگر جهان، عراق در روزهای اخیر بیشترین تعداد مبتلایان روزانه خود از ابتدای همه‌گیری کرونا را ثبت کرده است. کشف اورانیوم و پسماند اتمی در تأسیسات نفتی جنوب لبنان. حسن دیاب نخست وزیر مکلف لبنان با استناد به گزارش متخصصان آلمانی از کشف مواد هسته‌ای و پسماندهای خطرناک دیگری در انبار تأسیسات نفتی زهرانی خبر داد و دستور پیگیری فوری موضوع را صادر کرد. این گزارش را کارشناسان شرکت آلمانی کمبی لیفت و هوپنر ارائه کردند. پس از انفجار مهیب بندر بیروت، دولت لبنان این دو شرکت فوق تخصصی را مأمور پاکسازی و دفع مواد شیمیایی باقی مانده کرد. این شرکت ها پس از گذشت 8 ماه از فاجعه بیروت بیش از 58 کانتینر زباله شیمیایی و مواد خطرناک جمع‌آوری کردند. طبق اعلام کارشناسان آلمانی، در میان اقلام کشف شده از پالایشگاه زهرانی 2 کیلو و 500 گرم اورانیوم نیز وجود داشته است. تلاش‌ها برای بازگشایی کانال سوئز. همزمان با تلاش‌ها برای بازگشایی کانال سوئز، ترافیک کشتی‌ها در این کانال تا دیشب افزایش شدیدی پیدا کرده بود. مسدود شدن کانال سوئز توسط یک کشتی باری غول‌پیکر باعث ایجاد ترافیک در دریای سرخ شد و برخی برنامه‌های کشتیرانی جهان را با اختلال روبرو کرد. کشتی اورگرین به طول 400 متر و وزن 200 هزار تن روز سه‌شنبه 3 فروردین و همزمان با وزش بادهای شدید و طوفان شن در کانال سوئز به گل نشست. کانال سوئز به طول 193 کیلومتر دریاهای مدیترانه و سرخ را به یکدیگر ارتباط می‌دهد و کوتاه‌ترین مسیر دریایی میان آسیا و اروپا محسوب می‌شود. حدود 12% تجارت جهانی از طریق این کانال انجام می‌شود. شکست نتانیاهو در کسب اکثریت پارلمان. با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در کسب اکثریت آراء مورد نیاز برای تشکیل دولت جدید موفق نبود تا بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی همچنان تداوم داشته باشد. این چهارمین انتخابات پارلمانی اسرائیل ظرف 2 سال گذشته بود که در آن حزب لیکود به رهبری نتانیاهو و متحدان این حزب 52 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آوردند. مخالفان نیز توانستند 57 کرسی را از آن خود کنند. این در حالی است که برای تشکیل دولت جدید کسب حداقل 61 کرسی مورد نیاز است. با این نتایج احتمال برگزاری پنجمین انتخابات پارلمانی 2 سال اخیر در اسرائیل قوت گرفته است. بیش از 300 کشته در جریان تظاهرات ضد کودتا در میانمار. طبق اعلام رسانه‌های محلی و یک گروه فعال در میانمار، بیش از 300 نفر از معترضان ضد کودتا از زمان آغاز تظاهرات توسط نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. این در حالی است که سخنگوی کودتاچیان میانمار شمار جانباختگان را 173 نفر اعلام کرده و گفته 9 نفر از آنها نیز از نیروهای امنیتی هستند. کشتار افراد شرکت کننده در تظاهرات میانمار که در اعتراض به کودتای 1 فوریه ارتش شکل گرفته، تحریم شدن کودتاچیان از سوی کشورهایی مانند آمریکا را به دنبال داشته است. همسایگان میانمار نیز تداوم کشتار معترضان را محکوم کردند.
مفقود یا کشته شدن 2300 پناهجو در مسیر اروپا در سال 2020. سازمان بین المللی مهاجرت از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار جانباختگان و ناپدید شدگان در جریان مهاجرت از راه دریا در سال 2020 به شکل هشدارآمیزی بالا بوده. در سال گذشته میلادی نزدیک به 2300 نفر در مسیر مهاجرت به قاره اروپا یا جانباختند یا مفقود شدند. این رقم در سال 2019 میلادی 2095 نفر بود. دست کم 32 کشته در تصادف دو قطار در مصر. به دنبال برخورد دو قطار در جنوب مصر، دست کم 32 نفر جان خود را از دست دادند. این حادثه که روز جمعه رخ داد، بیش از 150 نفر نیز مصدوم داشته است. طبق اعلام مسئولان راه آهن مصر، این تصادف پس از آن روی داد که فردی ترمز اضطراری قطاری را که به سوی بندر اسکندریه در حال حرکت بود فعال کرد. توقف ناگهانی این قطار باعث شد قطار دیگری از پشت با آن برخورد کند.